با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی در کانادا، در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون آقای هومن خلعتبری، موزیسین، موسیقیدان، مدرس موسیقی، رهبر ارکستر و اپرا میباشیم. جناب خلعتبری، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خوش آمدید. سلام عرض میکنم به شما و همه علاقمندان ایرانیان، شاید هم روزی غیر ایرانیان که این برنامه رو میبینن، و متشکر از دعوتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مهمتر از همه سلامت باشید. خیلی متشکرم. همونجوری که همگی مخاطبان جوایز پارسی میدانن و آشنا هستن با گذشته شما و فعالیت های شما، ولی علاقه من هستم که به من اجازه بدین و از شما این سوالو داشته باشم که در ارتباط با دوران کودکی، نوجوانی و اینکه اصلا از کجای ایران هستید برای ما بفرمایید. بله، یه خود داستان طولانی میشه و شایدم حوصله دوستان و بیننده های الان برنامه سر بره، ولی سعی میکنم که خیلی خیلی خلاصه سرتشم یه ذره بزنم که برسه به داستان. من متولد 27 فروردین 1348 هستم در تهران، از یه خانواده بسیار معمولی. به هر حال نه اونقدر تاپ آنچنانی، نه اونقدر متوسط رو به پایین، یه خانواده بالاخره به قولی معروف دستش به دهنش میرسیده هستم که در کنار زندگی روزمره، هنر و موسیقی در کل براش خیلی بیگانه نبود. از چه لحاظ میگم بیگانه نبود؟ برای اینکه مادر من رو از سن 4-5 سالگی به برنامه های تالارودکی میبرد. این یه چیز معمول نیست تو خانواده ها. الان رو شما نگاه نکنید که یار بچه هنوز 3 سالشه داستان دارن خودش میدن برو کلاس پیانو، مثلا اینطوری نیست. اون زمان من داستان دارم با 50 سال گذشته رو میگم، چیز معمولی نبود که یک کودک 4-5 ساله رو بتونن برنامه های تالارودکی ببرن، برنامه های رقص یا باله ببرن، اپرا ببرن. خب این نشون میده که پدر مادر، به خصوص مادرم، این داستان رو دنبال میکردن، بچه هاشون رو میبردن رویدادهای هنری ببینن. اگرم میدیدن در چه علاقه ای هم داره، خب بیشترم میشده. حالا سینما و پارک و بولینگ و قصایخ و این چیزا بود، ولی خب برنامه های جدی تالارودکی و تئاتر شهر هم بود. میخوام بگم که بودن این نور خیلی کم موسیقی، یا کمپلت بگیم هنر، در زندگی باعث شد که من در سن 6-7 سالگی، 7 سال خورده ای، پدر بزرگم برای من یه دونه پیانو بخره. پیانوی من رو پدر بزرگم خرید، خیلی هم جدی نخرید، یه جوری خریدن که یه دونه دکور رنگ پارکتای چوب گردوی خونه، یه پیانوی رنگ چوب گردو هم باشه، یعنی همچین خیلی مارکشو نمیدونم رویال باشه و مثلا این بچه در آینده موزیسه، نه بود. چیز دیدن، تفننی دیدن در حقیقت، ولی این تفنن از دو جا خیلی جدی شد. اولا دیش که معلم پیانوی من، که در حقیقت دختر عمه من که اقدار پیانو میزد و علاقمند بود، یک معلم خوب داشت که اون این خانم رو، خانم رضایی، نیره رضایی در فامیل شوهرشون بود، اسکویی در حقیقت، خانم نیره اسکویی رضایی معلم ایشون بود،
و دختر عمه من که خیلی هم از من بزرگتر هستش این رو به مادر من معرفی کرد ایشون رو، و من افتادم پیش زیر دست یک معلمی که کنسرواتوار هامبورگ درس خونده بود، هم دوره و هم کلاسی ملک اسلانیان بزرگ بود، یعنی استایل خیلی درستابی جدی و بسیار بسیار سختی رو همچون صاف. این اولین شانس من بود و دومین شانس اولی این بود که یه پیانو خریدم، دومی این بود که افتادم زیر دست یک معلم درس خوانده تحصیل کرده دنیا دیده و بسیار جدی، یعنی هیچ گونه آهنگ نمیدونم حالا اسم ببرم آهنگ این یا آهنگ اون یا فلان اصلا در ذهن خانم رضایی نمی گنجید که به من شروع کنه یاد دادن. ما خیلی جدی و خیلی در حقیقت با پشتکار موسیقی کلاسیک رو شروع کردیم، تمام کتاب‌های موسیقی کلاسیک، قطعات فلان مثلا، و من یادمه که خیلی زمان که گذشته من گوش موسیقی خوب خیلی خوب بود، رفته بودم شروع کردم یواشکی کارهای جواد معروفی رو زدن، بدم میزدم، فقط مثل علکی میزدم. خلاصه از یک کتاب فروشی نوت فروشی در سرای شاه بود قدیما، نمیدونم شما شنیده بودید یا نه، به نام کتاب فروشی اسکندریان. از کتاب فروشی اسکندریان که من با مادرم میرفتیم مرتب نوت میخریدیم و این حرفا، چون پایین شهر بود بچه که نمیدونست را بیفته به تو سرای شاه و برام. به هر حال از آقای اسکندریان من یک کتاب کارهای جواد معروفی رو خریدم. اولین بار که بردم پیش خانم رضایی جلسه بعد که منه گفت اینا رو نمیزنی یا این دستتو خراب میکنی، این فایده نداره برای دست، بذار هر وقت که بزرگ شدی، هر وقت که جون گرفت دست و فرم گرفت دست. میخوام بگم خیلی جدی این سبک موسیقی شروع شد و طبیعتا درس و روال مدرسه‌ام که بود تا زمان دبیرستان که من در کنار رشته تجربی هنرستان موسیقی هم میرفتم و همزمان زیر آقای نظر بعد از خانم رضایی، خود خانم رضایی من رو با آقای ملک اسلانیان معرفی کرد. یک زمانی میگذره که دیگه معلم میگه آقا من دیگه بیشتر از این ندارم، باید بری پیش یه چیز دیگه. اون علو به درجه ذهن و فکر و درک معلم رو نشون میده که یه جایی به شاگردش میگه ببین تا اینجا خوب بود، بهتم هر شاید از اینجا باید بری یه چیز دیگه، باید بری پیش یه کسی دیگه. و من رو فرستاد، خودش من رو فرستاد پیش آقای اصلان، پیش آقای اصلانیان شروع کردیم. خب طبیعتاً بهش هم میگفت نیره جون، میشناختش شاگردش، هر دو یه استایل کار میکردن این حرفا. و پیش آقای اصلانیان که شروع شد از زمان دبیرستان، در حقیقت هم هنرستان بود هم دبیرستان، هر دو با هم دیگه کلاس های جانبی هم شروع شد، یعنی پیش آقای سنجری شروع کردم رفتن، پیش شاگردای خانم، پیش خانم آریزند رفتم، شاگردای خانم آریزند رو با پیانو آکومپاینمان میکردم. بعد عرض کنم خدمت شما آقای ناصری شروع شد برای هارمونی و کنج پانو از این حرفا، و همینطور هی اضافه شد اضافه شد اضافه شد تا زمانی که من 18 سالم نشده بود که استخدام تالار رودکی شدم به عنوان پیانیست گروه کور. یعنی قرارداد نمیتونستم به من بدن، زیر 18 سال بودم و به من پول میشمرد خدا بیامرز یه مدیر ارکستر و کوری داشتیم به اسم آقای زرگر که خیلی چیزا و خیلی داستانها از اون تالار با خودش برد برد اون دنیا، خیلی چیزا از اون تالار ذهن و دست و زیر بغلش داشت. آقای زرگر ما پول میشمرد به من میداد، اسکناس 20 تومانی و 50 تومانی رو تو دفترش میشمرد، دسته رو به من میداد توی کیسه زباله مشکی گره میزد، میگفت حواست باشه که تو خیابون موتوری ازت نزنه. اینطوری بود، فکر کنم الان یه چیزی بهتر کرد.
عرض کنم خدمت شما که این ادامه پیدا کرد. از وقتی که شروع تالار رودکی بود، به هر حال من بیشتر از قبل افتادم توی چی بگم، دام موسیقی. افتادم در دام موسیقی، بزرگان بسیاری رو آشنا شدم، شروع کردم کار کردن، از حسین سرشار، از احمد پارسی، و همین زمان و دوران بود که دانشکده موسیقی قبول شدم. دانشکده موسیقی در چهارراه ولیعصر بود، مجتمع دانشگاه هنر، دانشکده موسیقی. این دانشکده موسیقی با دانشگاه آزاد فرق میکرد. ما دو تا دانشگاه دولتی موسیقی داریم، یکی دانشگاه تهرانه، یکی دانشگاه هنر که اون چهارراه ولیعصر بود، دانشکده موسیقیش. اونجا استخدام دانشجو شدم، زیر نظر بزرگان بسیاری، از شریف لطفی گرفته تا احمد پشمان، تا هوشنگ کامکار، آقای دکتر آریانپور، کامبوز روشندروان و و و و و و این زمانی بود که فرهنگسرای بهمن شروع شد. فرهنگسرای بهمن رو آقای کرباسچی، شهردار تهران، سپرد به دست بهروز غریب‌پور. بهروز غریب‌پور کشتارگاه پایین میدون راهن رو کرد یک فرهنگسرا. و یک ارکستر سمفونیک اونجا درست شد و گروه کور. به خود به خود من اونجا هم شروع کردم به کار کردن در قسمت گروه کور، و دیگه ادامه پیدا کرد تا توماس کریستیان داوید اومد به تهران، من رو انتخاب کرد، آسیستان خصوصی شدم. نزدیک 4 سال من زیر دست اون هم آسیستان بودم و هم ازش رهبری ارکستر یاد میگرفتم. و زمانی شد که لیسانس من که تمام شد، لیسانس موسیقی، خود آقای داوید به من گفت خب حالا میتونی بری اتریش، ولی وین نباید بری، برای اینکه وین جاییه که خیلی شلوغه، تمام این کشورهای جنوب آسیا، آسیای جنوبی، جنوب شرقی، ژاپن و چین و کره و این حرف، اینقدر این شاگردا اونجا زیاد هستن که اصلا وقت نمیکنه پروفسور با تو کار کنه. به علاوه اینکه اصلا پروفسورهای معروف همیشه تو سفرن، اصلا نیستن که با تو کار کنن، آسیستانا با اینا کار میکنن، با بچه ها کار میکنن. این آخر ترم میاد فقط یه امضا میکنه میره. تو در حقیقت زیر دست آسیستان شروع میکنی کار. برای بهتره بری گراتس. گراتس دومین شهر اتریشه بعد از وین، و دانشکده خیلی معروفی داره، دانشکده خیلی خوبی داره، و یک پروفسور بسیار به نامی هم اونجا هست به نام پروفسور ولفگانگ بوزیچ. برو اونجا. من به حرف آقای داوید پاشدم اومدم گراتس و امتحان دادم، رشته رهبری کور قبول شدم، بعد رهبری ارکستر رو بلافاصله پشتش، و دیگه داستان بود تا دیگه ریشه داد. جاهای مختلف رهبری کردم، فستیوال های مختلف کار کردم، یه فستیوال خودم راه انداختم که امسال 22 سالشه که در حقیقت داره کار میکنه، فستیوال تابستانی موسیقی قصر کیرشتتن، کلاسیک فستیوال شلوس کیرشتتن در شمال اتریش. وبسایت هم داره بود. عرض کنم خدمت شما که اون رو شروع کردم. بعد این وسط البته به ایران میرفتم، میامدم، بود حتی 2 دفعه کنسرت به ایران دعوت شدم، اومدم رفتم، همه این داستان ها. تا زمانی شد که یک دفعه که باز 2 مرتبه دعوت کرده بودن، پاشدم رفتم، اشتباه کردم که پاشدم رفتم، برای اینکه رفتم اونجا و دوستان و همکاران عزیزی که به هر حال همه دوست هستن و همه رفیق هستن و همه قربون هم دیگه میرن، چوب لای چرخ من گذاشتن، پاپوش برای من درست کردن، و از طرف حراست و اینور و اونور گفتن که با این که ما شما رو دعوت کرده بودیم ولی نمیتونیم کار کنیم، اجازه نداریم. خب
این دلیلی شد که من در حقیقت با ناراحتی بسیار که چرا یه همچین کاری رستم من کردم، بدون به هر حال گول خوردم، پاشدم رفتم بعد از یه هفته ده روز که جلوشو گرفته بودن و نمیگذاشتن و داستانهای مختلف بود، برگشتم. حدود 2-3 ماه بعدش آقای رهای اعتمادی از تلویزیون من و تو به من زنگ زد، از سمت دوست مشترکمون شاهین یوسف زمانی نازنین، و خودشو معرفی کرد. ما یه تلویزیون داریم راه میندازیم، یه برنامه داره، اینجوریه و شما هم تشریف. من از اونجایی که میدونستم که دیگه برگشت من و... یعنی کار من در ایران، برای اینکه چند بار به طرق مختلف 2 مرتبه سعی شده بود، برنامه ریزی شده بود، به هر دفعه گفته بودن نه این آقا مشکل حراستی داره. اینه که چون دیدم دیگه راهی نداره، خود به خود دعوت آقای اعتمادی رو قبول کردم و به برنامه معروف آکادمی موسیقی گوگوش رفتم. بلی. و الا من نه اهل تلویزیون بودم، نه اهل سینما بودم، نه اهل برنامه های آنچنانی. از اونجایی که مطمئن شدم که آقا نمیذارن، دیدن آقا این اگه برگرده بیاد ایران نون خیلی آجر خواهد شد، نیاد بهتره، خیلی خوب ما از این برای دنیا خواهیم بود. من مخصوصا تو اون برنامه شرکت کردم که تمام اون دوستان و تمام اون رؤسایی که نذاشتن هر شب منو تو برنامه تو تلویزیون خونه‌شون ببینن. دقیقاً به همین دلیل خانم رفتم. بله. همینم شد. و حضورتونم بسیار خاص بود، چون به عنوان یک مدرس حضور داشتید اونجا. تا جایی که من البته به خاطر دارم زیاد دنبال نمی کردم، به هر ترتیب خودم در مورد خودم دارم صحبت می کنم با زندگی هایی که تو امریکای شمالی داشتیم متاسفانه، ولی من شما رو برنامه هایی که داشتید و به عنوان یک مدرس اونجا به نظرم می اومد و این خب بسیار زیبا هستش و اون قسمتش همیشه برای همه ایرانیان و بیشک برای خودتون به یادگار میمونه. درصد همینطوره. من اصلا یکی از دلایلی که اونجا شرکت کردم و همیشه بارها هم تو چند مصاحبه بودم، گفتم اگه از اون برنامه 10 نفر حتی 10 نفر تمام ایران رو شما در نظر بگیرید، 10 نفر حتی اگر 10 نفر از دیدن برنامه من که نبود، ما 3 نفر بودیم، از دیدن برنامه ما به موسیقی علاقمند شدن، کلاس رفتن، دوره دیدن، معلم گرفتن، مربی دیدن، این حرفا کافیه. بله. کافیه. بله. 10 تا بیشتر هم نمیاد. آدم موقع خستگیش در میاد که مثلا فرض کنی یک مادری فیلم دخترشو، دختر کوچولو موهاش هم اینطوری دنبه اسبی بافته بودن، با جوراب سفید ساق کوتاه پشت پیانو نشسته بود، آنا ماگدالینای باخ میزد. برای من گفت آقای خلد، ولی من نه خانواده خودم اهل موسیقی هنرم، نه خانواده شوهرم. ما از دیدن این برنامه های آکادمی، از لباس پوشیدن شما، از دیدن خانم گوگوش فلان این حرفا به ذوق افتادیم، به حرکت افتادیم که آقا بچه‌مونه بذاریم کلاس پیانو. دختر من الان بعد از 3 سال برای من باخ میزنه. به این میگن فرهنگ سازی دیگه. فرهنگ سازی یعنی چی؟ لیکن اینجا یعنی چی؟ حتما بعد من در داخل تهران باشم که فرهنگ سازی کنم؟ نه، الان من شما داریم با چی حرف میزنیم؟ من میگم عوض شده، بگیرم عوض شده، بیشک همینطوره. و همون داستان فرهنگ سازیه که خب شما قدم های بزرگی در این راستا برداشتین. ببینید بزرگم خانم روز، شایدم بزرگم نبوده، ولی هر کسی به نظر من 1 سانت به اندازه خودش، به قولی معروف دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. بسیار عالی. اینجا اگر بخوام جناب خلط برای سوالی از شما بکنم، کلن اصلا چه موزیسین هایی حتی تا همین زمان
بله. شما رو به شوق و شعف میارن که شما باز هم ادامه بدین، باز هم نوت‌های جدیدی رو بسازید، کارهای جدیدی رو ارائه بدین. در طول این زندگی پربار هنریتون چه افرادی رو میتونین نام ببرین؟ افرادی رو نام بردین ولی خیلی دوست دارم مجدداً عرض کنیم، بفرمایید که معذرت میخوام، که چه افرادی هستن؟ ببینین خانم، من در یه جمله به شما بگم، هر گلی یه بویی داره. تموم شده. یعنی من از آدمی که بد ساز میزنه یا بد آواز میخونه یا حتی اشتباه موسیقی ارائه میده از لحاظ سطح سواد و تحصیلات، خودم دارم میگم، من نمیدونم حالا من به قول مرو انددازه، نه، تا چیزی که سوادی که من دارم و تحصیلاتی که به هر حال یه جایی دنیا انجام دادم که حالا شاید حرف اول نزنه، حرف دومو میزنه در حال، و تجربیاتی که داشتم، دنیایی که دیدم، کارهایی که کردم، یه میفهمم داستان چیه. اینه که از کسی که بد کار میکنه، اشتباه ساز میزنه، اشتباه میخونه، فلان، یه چیزی یاد گرفتم. یه چیزی یاد گرفتم. اینستاگرام گردی من یا فیسبوک گردی من در حقیقت روزانه از بدها خوب یاد گرفتنه. خوبم پیدا میشه توش، در مورد خوباش، در مورد قسمت خوباش، من آهنگسازهایی در بیشتر به خصوص الان زمانه حال که با کامپیوتر و سمپل و نمیدونم این برنامه های آنچنانی همه آهنگساز شدن و همه با یه دونه لپتاپ رو هم صدا رو میذارن و فلان میسار از این حرفا، هی کپی میکنن پیست میکنن تو این صفحه چیز، هی دیگه اینا همه پس میشه. من آهنگسازهایی رو ترجیح میدم که کارشون فکر شده و نوشته شده باشه، یعنی در حقیقت تخصصی تر بگم پارتیتور و نوت به من ارائه بدن. شما پارتیتور و نوت بدون فکر نمیتونی بنویسی. اگر شما یک پارتیتور ارائه دادی یعنی روش فکر شده. بداهه چرا؟ داستان بداهه نوازی در موسیقی ایرانی به خصوص، حالا در سنتی کلاسیک ایرانی هر اسمی که شما میخواییم بذاریم، یه وزنه‌ایه، برایش هیچ شکی نیست، ولی یه حدی داره. اگه قرار باشه که تمام مدت، تمام اساتید بزرگ تا جوانان تا روز اول شروع کرده کار کرد، فقط ساز دستشون باشه و فقط بداهه بزنن، دست انجام پذیر نیست. حتی اساتید بزرگم بعد هر از گاهی یه قطعه بنویسن، یه چیزی بنویسن و برای شاگرد یا برای آینده بزنن، آقا مثلا فرض کن چهار مضراب ابو عطا اثر مثلا، حالا اسم نبرم که دعوا نشه. آره، این که فقط بداهه چقدر بداهه. درست. من پارتیتور رو، نوت رو که طبیعتاً روش فکر شده تا نوشته شده، شما عرض کردم خدمت دارم، مثل این مونه که شما رمان رو نمیتونی از حفظ برای یه کسی رمان بنویسی، یعنی بازگو کنی، باید بنویسی رمان، بعد هی خط میزنی، هی این بری اون بر اون رو بیاری این بر، دو مرتبه میخونی، میبای این دو کلمه چه اضافه شد، با اینجا این جمله. خیلی دست رمان نوشتن، قصه نوشتن اینجوری نیست که شما اول شروع کنی بری اینقدر خط خورده، دو شعر اینقدر خط خورده، وزنش بالا پایین، این بره بالا اون بره بره، تا شده یه شعر. موسیقی هم همینه. شما فیلم مجلس میتونی یه غزل بگی، خوبم دا عالی، ولی یه دفعه، دو دفعه دیگه، هر دفعه که نمیشه که
اینه که به نظر من، من این موزیسین ها رو خیلی بیشتر میپسند. درست. خیلی متشکرم، ممنونم. به عنوان متخصص و کسی که خب در اپرا فعالیت های زیادی رو داشتیم در چند دهه گذشته، به نظر شما اینجوری سوالی برام پیش میادش که اپرای فارسی یا ایرانی کلن آینده‌ای داره یا شناخت و نگرش ایرانیان نسبت به اپرا در چند دهه گذشته تغییری شما مشاهده کردین؟ ببینین، من اپرا یه هنر خیلی گرونی، دم دستی نیست. همینطور. یعنی مثلا فرض کن قلم و دوات و کاغذ نمیخواد. خیلی کار داره که مثلا یه کمپانی اپرا در حقیقت نیست، در کشوری برای خودش داره، به علاوه اینکه هر شهری برای خودش مثلا داشته باشه. حالا داشتن این کمپانی مستلزم بودجه فراوان و حمایت دولت. شما اگر دولت از ما در مورد اپرا داریم حرف می‌زنیم، حالا بازش بخوای بکنیم میشه اصلا کل موسیقی. اگر دولت از موسیقی و اپرا، موسیقی اپرا حمایت نکنه، بهش بودجه نده، بهش کمک نکنه، بانک ها، شهرداری، نمیدونم مؤسسه های خصوصی رو سوق نده که آقا بیاین بریم عوض این که مالیات بدین، مالیاتتون رو بدین برای برگزاری این اپرا، امکان نداره این داستان رواج پیدا کنه و طبیعتاً گوش مردم هم به این آشنا بشه. شما هر چی رو زیاد پخش بکنید، زیاد دودم و دست باشه، طبیعتاً چی میگن، تیست مردم و مزه دهن مردم هم به همون سمت میره به راحتی. در عرض 5-6 سال یک نسل خانم رو از لحاظ قانون آخر سازمان ملل، هر 5-6 سال یه نسل. اگر موسیقی اپرا، من در اپرا فقط نه ها، حتی شما بگو موسیقی مثلا فرض کن نواحی، موسیقی حال سنتی و پاپ و رپ و این چیزا، از بس که اینطوری تو دست و بال چرخیده و این حرفا دیگه سرازیرم شده دیگه، حالا از چیز گذشته. ولی ما چون در مورد اپرا داریم صحبت میکنیم و موسیقی کلاسیک طبیعتاً، باید حمایت دولت پشتش باشه تا بتونه بعد از اقلن 5-6 سال، یک نسل دو نسل، خودشو نشون بده در گوش مردم. ما اپراهای ایرانی خیلی داریم ولی امکان برگزاریش نیست. صحیح. یا صدای خواننده زن داره که خودش یه داستانیه، انجام دادنش الان در حال حاضر هم هنوز که هنوزه، یا که مثلا اگه خارج از ایران بخواد انجام بشه، کمپانیای غیر ایرانی در کشورهای مختلف اصلا علاقه به اپرای ایرانی نداره. متوجه این چی میخوام بگم؟ برای اینکه هیچ تبادل فرهنگی مثلا فرض کن بین فرهنگی اپرایی، یا منظورمه بین ایران و اتریش انجام نمیشه که مثلا فرض کن یک اپرا در به زبان آلمانی از طرف دولت اتریش در، نه که چیزای خصوصی همه جمع میکنن انجام میدن، نه ها، ما داریم خیلی سده بالا حرف بزنیم که من جمع شم و شما هم بیا و اونم تو هم، محمد تو هم بیا و حسن تو هم بیا بخونیم و مثلا دختر خاله من هم خیلی خوب بخونه تو هم بیا. این نه، من دارم خیلی جدی تاپ دارم، کمپانی دارم. اگر دولت اتریش وقتی نبینه که قطع اپرای مثلا ورسکا آهنگساز بین المللیش به اسم موتسارت در تالار رودکی تهران انجام نمیگیره هیچ وقت الان 40 ساله، خب طبیعتر هم قطعه مثلا ورسکا اپرای مانی مانای خدا بیامرز آقای دهلوی رو نمیاد روی صحنه اپرای وین شما ببینید. وین که سرد مانایی کوچکترش هم حساب کنید چندین شما نمید. تبادل فرهنگی نیست که بگه اون انجام داد، ما هم انجام میدیم. صحیح. و و و و
قدم اولش حتما خواست و استقبال دولت و علاقمندی دولت برای آشنا کردن مردم، مثل همینجا بچه ها رو میارن مدارس، رو میارن اپرا، اکثر اپراهای معروف رو مدل بچه گونش کردن، عروسکیش کردن، نمیدونم مال ما بعضی چیزها رو عروسکی کردن، ولی خب داستانهای مخصوص خودمون، عاشورا و نمیدونم مولوی و خیام، خیلی هم قشنگه ها، نمیخوام بگم بده، ولی این اون اورجیناله نیست. درستم. چون خانومه نمیتونه بخونه، اکثرا نسلای یعنی اکثر اپرا خواننده زن دارن یا کورشون سخته، تعداد زیاد کور نداریم فلان بیسار و هزاران هزار قصه دیگه از لباس و ماسک و فلان و صحنه و اینجا، مثلا از که آقای غریب‌پور هم داره اینا رو کوچولوش میکنه که اپرای عروسکی یک دنیای خودش هم داره، سختی های خودش هم داره، داستان تصدی تخصص خودش هم داره، ولی میخوام بگم اپرا نیست. درسته. آقای غریب‌پور سی دی پخش میکنه و اینا عروسک‌ها رو میچرخونن. درسته. خواننده یه بار خونده تو استودیو ضبط شده، هر دفعه اون دوپر سیدی رو میدنه اون رو بازی میکنه. اپرایی که من الان مثلا الان در من در وین هستم، مشغول اپرای ایل سینیور بروسکینو هستم، یعنی آقای بروسکینو از روسینی و نزدیک امروز 14 17 18 مثلا 12 13 روز دیگه پرمیرش هستش، شب اولش هستش. این خواننده داره مثل مرغ سر پرکنده را میره رو صحنه و میخونه و با تمام جون کلراتورا رو خواننده صدا رو میده بیرون، ارکستر هم داره زیر صداش داره میزنه. این فرق میکنه با مدل های دیگه. میخوام بگم اگر دولت حمایت نکنه این داستان انجام پذیر میشه. جناب خلعت‌پری، به عنوان شخصی که بر ترتیب تحصیلات دانشگاهیتون رو در ایران توی مراحل اولیه در ارتباط با هنر و موسیقی به اتمام رسوندین، در واقع شما ردیف و دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی رو خوندین. بین این موسیقی و موسیقی کلاسیک غربی شما ارتباطی اصلا میتونین برقرار کنین؟ نظرتون در این ارتباط چی هستش؟ ارتباطی میشه تصور کرد؟ نه، به هیچ امان. نه، یکی شرق یکیش غرب. بسیار. هر چقدر آدم سن و سالش بیشتر میشه، حالا شاید اون اوائل که جوونی و اینا میگه نه خب اینم خب مثلا اینم مینور، اونم اصفهان، اینم فلان، هر دویشه، هر چی سن و سالت میگذره اینطوری دور میشی از این نقطه، از یه نقطه شروع کردی ولی دور میشی اینطوری، اینا هر چی میگذره میبینی که هیچ ربطی نداره. برنده کسیه که هر دو رو بلده، هر دو رو خونده، حالا به جبر زمانه، من به جبر زمانه خوندم، هیچ رو درباسی هم ندارم. درست. من مجبور شدم که ستار رو تو دانشکده موسیقی بخونم و با مصیبت هم میخوندم. معلم من جالا روزی روز باشم در تماس هستم، خانم مهبان و توفیق، هر هفته من با مصیبت میرفتم سر کلاس خانم توفیق، با مصیبت، ولی ایشون با چه صبر و حوصله، با چه آرامشی، با چه درست میشه یاد بگیری، روزی روزگاری به دردت میخوره، شاید آدم از آینده خبر نداره، همین شد. من لیسانس ستارم رو موقعی که در دانشگاه هنر گرفتم، روشون شاد باشه همه رفتگان، آقای ظریف توی جوری بود، آقای پایور توی جوری بود، خود خانم توفیق بود، آقای افشارنیا بودن، آقای دلنوازی بودن، یکی دو نفر دیگه حالا یادم نمیاد، دروغ بهتون نگم. به هر حال من هی این گوشه رو بزن، هی اون گوشه رو بزن، هی فلان، خلاصه ما همه اینا رو زدیم و دست زدن و خب مدل مثل همیشه یه دوتا جوی شیرنی هم گرفته بودیم، تموم شد و خب به امتحان عملی رو هم دادیم و این چرف. آقای ظریف اومد در گوشه من گفتش که میخوای بری اتریش؟ گفتم که اگه
بشه حتما. آره خیلی تو پروسه کار هستم. گفت برو از اینجا، برو و بر نگرد. آقای ظریف در گوش من اینو گفت. در ترتیب هر حال من این لیسانس موسیقی سنتی رو گرفتم. بله. خیلی هم خوشحالم که گرفتم، برای اینکه ردیف موسیقی میرزا عبدالله رو من با خانم توفیق کار کردم. در کنارش کلاسای آقای پایور رو میرفتم میشستم، برای اینکه آقای پایور دوست خیلی صمیمی آقای اصلانیان هم بودن، بنابراین کلاسای آقای پایور رو فقط میرفتم میشستم. کلاس سنتور رو که به بچه های دیگه ردیف سنتور درس میدادم، منم میشستم فقط گوش میکردم. از ردیف موسیقی سنتی خیلی چیزها یاد گرفتم و همین باعث شد که موسیقی ایرانی رو هم بد نمیشناسم. حالا نمیگم فکر، ولی بد نمیشناسم. بله، در رزومه خودتون طبیعتا هم خیلی استفاده کردم. اون کرون و سوری، اون رو پرده ها، این حرفا بعدها تو موسیقی کلاسیک توی قطعات مدرن خیلی استفاده شد برای من. آهنگسازای اروپایی هم دوره یای من، هم دانشجوی هم کلاس من رو پرده رو گوششون نمیشنید. من رو پرده رو به راحتی میتونستم به تشخیص بدم، به علاوه که خودم میتونستم بخونم. به اینایی که موسیقی کلاسیک یا اروپایی ها نمیتونن رو پردر، یا خیلی سخت براشون، امکان پذیر نیست به راحتی ما که خیلی راحت دستگاه شور رو میخونیم یا دشتی میخونیم یا هر چیزی. اینا رو خیلی استفاده کردم راست شونه. ولی خب موسیقی کلاسیک هم قبل از دانشگاه بود. میگم من 7-8 سالگی که 6-7 سالگی که پیش دست خانم رضایی بودم، بعد آقای اصلانیان بود، بعد آقای ناصری بود، آقای سنجری بود، آقای ایکس ایگرگ، همه اینا دانشگاه. خب اینا ما تو دانشگاه هم موسیقی کلاسیک بود هم موسیقی ایرانی، هر دوش بود. اینه که از هر دو کلاسیک بیشتر بود، قبول دارم. موسیقی کلاسیک و تحصیلات هم بدن همین بود، اصلا امتحان ورودی دانشگاه و جوری اینا هم. ولی خب از موسیقی سنتی و موسیقی ایرانی هم خیلی بهره بردم، بی بهره نبوده و پشیمون هم نیست. اون موقع خیلی اذیت می شدم، اون موقع خیلی برام سخت بود، ولی الان اصلا پشیمون نیستم. ولی بهتون بگم، یکی شرقه، یکیش کار ربطی به هم نداره. خیلی متشکرم از توضیحی که دادیم برای من. جناب خلعتبری، با این که ما میدونیم الان ایرانیان جهان در اقصا نقاط دنیا هستن، رهبران در ارتباط با رشته شما موسیقی، آیا شما الان مشغول به تدریس و یا اینکه کارآموزانی رو دارین که از طریق دنیای سوشال مدیا باهاشون مشغول باشین و باهاشون به هر حال کار کنید؟ ببینین، داستان سوشال مدیا برای من یه مقدار با بقیه دوستان که انجام میدن فرق میکنه. اولا اینکه از زمان کرونا شروع شد، تا قبل از این همچین چیزی من نداشتم. برای اینکه اصلا زمان این که بشینم پای کامپیوتر و لپتاپ بود، حالا اسمشو بذاریم درس، اسمشو بذاریم صحبت، حالا هر اسمی میخوایم بذاریم، انجام بشه، نداشتم. بعد از زمان کرونا با من تماس گرفتن، یک شرکت معتبری هستش در کانادا هستن، ریتمیتیکا، که آقا علاقه من زیاده، چی میگن، سوال کننده زیاده، انتخاب کنیم. من با تدریس از راه سوشال مدیا شدیداً مخالفم. چرا؟ برای اینکه با یک مثال ساده، من میتونم به شما الان از راه زوم رانندگی یاد بدم؟ نه. به خودت فکر کنی؟ میشه؟ واقعا نه، درست میفهم. یک کلام، اگر شما راننده باشی، تجربه داشته باشی، حالا من به عنوان یه راننده چهار تا پیرن
بیشتر پاره کرده، حالا بهش اسمشو بذاریم چی میگن، مثلا توی مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 فلان، حالا هر چیزی به شما میگم آی اون کلاج اینجوری کن، میش ترمز اینجوری کن، ترمز دست اینجوری کن، فوری میگیری که چی دارم میگم. ولی اگه شما صرف کیلومتر باشی، من میتونم به شما از این ور دنیا از طریق اسکایپ و زوم و این حرفا رانندگی یاد بدم؟ امکان نداره. یه مثال دیگه، این همه تلویزیون های مختلف برنامه آشپزی دارن، مگه ندارن؟ کشورهای مختلف، کدوم آشپز معروف یا درست کار کرده شما دیدید که از راه تلویزیون آشپزی یاد گرفته باشه؟ همه یا رفتن کلاس، بالا سرشون یه دونه سراشپز بوده، بریدن، دستشون رو بریدن، سوزوندن، درست کردن، سرخ کردن، کات کردن، بریدن، تا آشپز شده. از تلویزیون یا رو آشپز نمیشه، مگر این که طرف آشپزی بلد باشه. تا نگاه میکنیم که آه پیازو اینجوری کرد، آه الان روغن اونجوری کرد، آه اینجوری اینجوری کرد، آه اینجوری اینجوری خیلی متشکرم. برای دور کلاس های آموزش هم همینطور، من شاگردایی رو انتخاب میکنم، این بیچاره ریتمیتیکام در عذاب علیم هستن از دست من، ولی از روز اول باشون تی کرده بودم، کسانی رو انتخاب میکنم که قطعات پیانوشون رو یا قطعات آوازیشون رو، در مورد مشاوره نه، مشاوره زیاده، خیلی زیاده، آقا چیکار این پارتیتور رو نوشتم، آقا این قطعه رو ضبط کردم، آقا میخوام برم تحصیلات، آقا میخوام اونو صحبته، انگار من شما الان داریم من صحبت میکنم، اونو صحبته. ولی تدریس که الان شما فرمودین به من، فقط کسایی که با فرستادن قطعاتشون، حالا چه آواز چه پیانو چه هر کدوم از این حرفا، قطعاتشون برای من میفرستن و من نگاه میکنم آقا به درد میخوره یا خیلی خامن. درست. و طبیعتاً از 10 تا دونه 9 میگم بعدن، میگم بعدن، ولی هستن کسایی هم هستن، یه 3-4 تا هستن که حقیقتاً خوبن، تا جایی که شده از راه همین اسکایپ و کامبیسار چرا کشیده شدن از این حق، ولی دارم میگم با یک دوستان دیگه ای که انجام میدن، من با کمال احترام بهشون و با درک این مسئله که خیلی ببخشید من خیلی مستقیم دارم حرف میزنم، زندگی خرج داره، باید درآمد داشته باشه معلم، کلاس های کرونا و فلان و این ترتیب هم که همه تعطیل شده بود فلان، پس یا مثلا فرض کن من میخوام الا بلا با آقای فلانی درس بگیرم، آقای این آقای عزیز فلانی مثلا فرض کن در امریکا هستش، بندم در کرمان هستم، خب حاضرم با هم دیگه درس بگیریم و این حرف، ببین میشه، فقط چجوری شدنش میشه، هم اوشون راضیه هم بنده راضیم، مثال زدیم دیگه قبلش که دیگه براتون حرف که واقعا شما فکر کنید جواب میده، معلم باید بغل دست شاگرد باشه، باید باهاش نفس بکشه، باید نشستن و پوزیسیونش و حالتش به کل دستش، حالا من در مورد پیانو میگم، یا آوازش یا هر کدوم اینا رو کنار دستش با این کار کنه، از راه اسکایپ بخون و قد میشه و وصل میشه و فلان، زندگی سخت شده، مشکلات بوده، خوب باش، حالا کرونا که همه عمر که نمیمونه، ولی این داستان تدریس موسیقی از لحاظ از طریق اسکایپ و فلان بسار عمق، مگر اینکه نظری باشه، نظری یا تئوری موسیقی تا فش اینا انجام پذیره، چرا؟ اینا داره گفتگوه، صحبته، ولی عملیا انجام نمیشه با کوالیتی بالا. خیلی ممنونم، سپاسگزارم استاد، ممنونم. اگر که جناب خلعت‌بری بخوام از شما بپرسم، با تمام تجاربی که دارین،
چه توصیه هایی رو برای هنرمندان، برای کسانی که هستن و جوانانمون بفرمایید؟ ممکنه که نکته نظراتتون رو بگید. والا من اول که کوچکتر از این هستم که بخوام به جوانترهایی از خودم باشه، ولی در کل همه هنرمندان این حرفا. من یه چیز کلی خدمتتون عرض میکنم. من میکنم تنها چیزی که ما به خصوص مردم ما در حال حاضر همه جوره میتونه این مسئله که عرض میکنم الان خدمتتون کمکشون کنه، کتاب خوندنه. کتاب بخونیم، زبان یک زبان دوم یا سوم و زبانهای کتابها به زبانهای دیگه بخونیم. اگه موزیسین هستیم مقالات موسیقی کتاب به زبانهای دیگه بخونیم، خبرهای موسیقی به زبانهای دیگه بخونیم. اگر نیستیم اصلا کتاب بخونیم، باز بشه این دید اینجوری باز میشه. که شد خیلی مسائل حل میشه. کاملا درست میفرمایید. خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخی که دادیم. جناب خلعت‌بری، سوال بسیاره و بیشک گفتنی ها از طرف شما با تجاربی که داریم بسیار هستش، ولی بیش از این نمیخوام مزاحم وقت شما عزیز بشم. اگر که در انتها صحبتی هستش هستیم و یا این که اصلا جناب خلعت‌بری حرفی از دلش داره که برای خانوادش، برای اطرافیانش، برای مخاطبان جوایز پارسی بگه، با جان و دل مشتاقیم که بشنویم. چون گفتیم مخاطبان جوایز پارسی، فکر کنمش که این جوایز که انشالله روز به روز بهتر و پر بارتر و مفصلتر و از این داستان ها خواهد شد، این یک پیش زمینه همدلی بیشتر، آشنایی بیشتر، دوستی بیشتر. و من فکر می کنم که ما مردممون در حال حاضر، چه از لحاظ آرتیست ها چه از لحاظ غیر آرتیست ها، نمیخوام بگم مردم عادی، چون هنرمندا هم مردم عادی هستن، والا مردم عادی هستن، ولی باور کنیم اینا شاخ ندارن. اینا هم دل درد میگیرن، اینا هم سرطان میگیرن، اینا هم پدر سوختگی دارن، اینا هم کلا سر این یکی، باور این مردم عادی هستن، والله مردم عادی هستن. من میگم هنرمند ها و همدل باشن، با هم مهربان باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن و پشت همدیگه باشن در مقابل همه بدی هایی که روزگار بر سر ما میاره یا ورده. پشت همدیگه باشن، حال بدونن که روزی روزگاری این بدی تموم میشه. خوشی و دوستی و همدلی و پشتگرمیه که باقی میمونه. بالاخره صبح سپیدم بالاخره میدمد. امروز نه، شاید به قولی من بعضی موقع به خندم میگم میشه، حتما میشه. نیستم که ببینم. اگر روزی انجام شد میگین آخه اینقدر دلش میخواست این روزا رو ببینه، عمرش ختم. مطمئنن میشه، ولی اون موقع که انجام شد و اتفاق افتاد، همدلی و پشت کار و همدیگر رو دوست داشتن و پشت هم بودنه که ارزشمندش میکنه. و شاید این مسئله باعث بشه که اون اتفاقهای خوب هم زودتر اتفاق بیفته. بله همینطور، منم امید بر این دارم. خیلی متشکرم از نظری که فرمودین و واقعا امید به این دارم که در برنامه‌های بعدی باز هم بیشتر در خدمت شما باشیم. ممنونم از وقتی که دادید. ممنون از دعوتتون. به یاد من بودیم. صدا می‌کنم.
بزرگان دیگه ای هم هستن که من کوچکترین 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 هستم، ولی به هر حال همین که به یاد من هم بودین خیلی خیلی سپاسگزارم. معرفت و شخصیت والای شما و تعداد بسیاری از هنرمندان ایرانی، بزرگان هنر که به این مجموعه تا الان پیوستن، به هر حال کاملا بارز و مشخصه. مجددا از شما، از طرف خودم و از طرف مجموعه جوایز پارسی تشکر میکنم و تا برنامه بعد اگر اجازه بدین از طرف شما و خودم از همگی خداحافظی میکنیم. من هم خداحافظی میکنم. شاد و پایدار باشید.